خیلی خوش آمدید سوشن. سلام خاص برای شما و بینندگان شبکه جهانی تلویزیونی آینه. امیدی که یک صبح پر از خوشی و صحت آغاز کرده باشید. شکر، سلامت باشید. غمه صبح شما صبح چگونه آغاز کرده؟ خوب بودن، طبعا نرمال، با فهم و درک و با احساسات عادی پیش بردیم و آغاز کردیم. بسیار عالی. در کل ما امروز میخواییم روی موضوع مهاجرت صحبت بکنیم. در آغاز اگر یک تعریف کلی برای مهاجرت داشته باشین خیلی خوب تر میشه. مهاجرت تغییر مکان یا از لحاظ حقوق بین المللی باز ترک طبیعت یا ملکیت یا مساحه ذاتی و رفتن کسب کردن طبیعت یا امو ساحه که میخواین که بود باش کنن حکمی را ما مهاجرت میگیم. و مهاجرت عموما اگر ما دید داشته باشیم دائمی هستن و مقطعی هستن و این مهاجرت در سطح جهان این رویه یا این روند یا این تشکیلاتی که مثال در جامعه جهانی هستن رایج هستن، در سطح جهان موجود هستن مهاجرت ها، چی ولی در جامعه جهانی اگر ما دید داشته باشیم مهاجرت ها در مقابل بیزنس یا تجارت هستن، مهاجرت برای سیاحت هستن و یا برای سیاحت هستن و یا برای تشکیل فامیل که ابدی باز میشه که اونجا زندگی داشته باشن. این مهاجرت ها این رویه یا این روش ما در سطح جهان داریم و ما از این درستیم. بسیار عالی. غمه صاحب، میخوایم بپرسم که از دید شما نظر به کدام مشکلات مهاجرت صورت میگیره و اگر در کل بیم روی این مشکلات و چالش هایی را که مهاجرین دارن صحبت بکنیم. ما میخواییم که در قدم نخست میریم به سطح جهان. آها. برگشت میریم به جامعه خودمون. ما قبلا مرش ما اشاره کردیم که مهاجرت ها در سطح جهان موجود هستند، یک روش هستند که یا به خاطر اقتصادی هستند یا سیاحتی هستند یا سیاحتی هستند یا برای تشکیل چی هستند، فامیل هستند که هم یک طبیعت زویتی خود ترک میکنه و میره کسب طبیعت حکمی. بله. ما برشان میگیم او را کسب میکنن میرن. اگر ما در سطح جهان هم چنان دید داشته باشیم، باز هم با او امکاناتی که ما امروز در جهان میبینیم که کشورهای پیشرفته هستن، باز هم باز که از انتقال میشن، طبعا ما یک عنوان، ما یک موضوع داریم در جامعه شناسی میگه اجتماعی شدن با مقطع زمانی که طول میکشن که یا با هم امو روش های جامعه را که درونی میسازن مشکلات هستن، چون که اون سلوک یا امو روش هایی که در جامعه یا مثال در امو ساحه که ملکیت یا مثال در امو ساحه که ذلیتی بودن با او یا که مثال در حکمی بیان فرق دارن. و میاییم برگشت به افغانستان. در افغانستان اگر ما دید داشته باشیم در سطح جهان این مهاجرت ها که ما اشاره کردیم براتون که موجود هستن، خب به شکل قانونی هستن و به نفع یا پیشرفت کشور خود مثال میره، اگر قراردادهای تجارتی هستن یا اون چیزی که نفع کشور هستن. میایم به افغانستان. در افغانستان خو یک کشور عقب مانده بدون شک و از لحاظ اقتصادی مشکلات اقتصادی هستند، فقر هستند و مبتلا به در اداراتی که مثال تخلف از چیز هستند یا هستند و عمده ترین یا مهمترین چیزی که ما میریم به مهاجرت امنیت هستن. بله. این چند نقاط اساسی هستن اگر ما آمار داشته باشیم نسبت به جهان. افغانستان مهاجرت یا امو کتار یا امو روند مهاجرت از او اندازه یا از او قیاسی که ما مثال
یا جهان برشون تعیین کردن از او بالاتر هستن بزنشان. و در افغانستان یک چیزی که ما بگویم که بدبختی هستن که این همه مهاجرت ها که هستن غیر قانونی هستن. اگر در دیگه دنیا ما میبینیم او اصولی هستن، قانونی هستن پیش میره، ولی در افغانستان قانونی نیستن که او باز به با آینده یک بدبختی یک قابل نشدنی یک بدبختی برشان میاین که یک بدبختی هایی که در آینده یا دوچار میشن این چیزها را هم دوچار هستن. و افغانستان از لحاظ مهاجرت با بسیار خطرات گوناگون مواجه هستن بدون شک. غمش ما اگر از کشورهای دیگر بگذاریم واقعا بهم روی جامعه خود ما مهاجرت هموطنان ما به هیچ دلیل یعنی برای سیاحت نخواهد باشن و برای اقتصاد نخواهد باشن بلکه برای تشکیل خانواده شاید نباشن و یگانه مشکل اساسی ده که جامعه ما امروز داره امو ناامنی است و خیلی از مهاجرت ها برمیگرده در افغانستان به مو ناامنی که هموطنان ما میخوان برن و یا اقتصاد باشه که اقتصاد خوب نبوده در خانواده و از این خاطر تصمیم به این میگیرن که برن مهاجرت بکنن. حالا چرا در جامعه ما چنین مهاجرت ها وجود داره؟ چرا ما نمیتونیم مثل کشورهای دیگه خیلی خوب تر کار بکنیم تا اگر مهاجرت بکنیم مهاجرت ما برای مشکلات نباشه بلکه برای نفع امو مثل که شما گفتین به نفع کشورشان بوده و همیشه مهاجرت هاشون خیلی قانونی بوده اما همیشه در کشور ما هر نوع مهاجرتی که صورت میگیره غیر قانونی. ببینین اگر ما دید داشته باشیم ما افغانستان تا هنوز جهانی نیستن. جهانی به این معنا اگر ما امروز دیده باشیم هندوستان نه آل جهانی شدن. جهانی بودن به این معنا که همه ادارات یک کشور چه اقتصاد است چه بیزنس است چه تحصیلات هستند در مجموع کل تشکیلاتشون با مستندرد معیاری ساختارشون اگر ما بیایم الکترونیکی هستن در همه جهان وصل هستن. بله اگر ما ببینیم انامیال اگر ما داشته باشیم در اروپا در امریکا 80% کارگر چی بخش سی هستن انجینیر هستن در مجموع در کل هندوستان میتن. بله چون وا یک کشور جهان قبول هستن یک کشور جهانی هستن از هر لحاظ که مثال یا ساختارشان چی بخشی که مثال مهاجرت ها میکنن ما گفتم اگر بخش تجارت هست همه وزارت مربوطه شان اگر مهاجرت هستن همه کشور ما اگر چی وزارت مربوطه شان دپارتمنت های مربوطه شان به شکل حقوقی یا را به جهان وصل میکنن همه چیزی که یا خواستارشان هستن قانونی میرن. ما تا هنوز افغانستان ساختارشان در تشکیلات ما اجرای را اگر ما ببینیم تا هنوز ما جهانی نیستیم. حتی اگر ما ببینیم در یک کشور که مثال ما شما سفر داریم شما هم شاید دیده باشین وقتی که میری در کانتره که مثال انتری کنی وقتی که میبینه که افغان هستن پاسپورت افغان هستن برای یا فک یا جعلی معلوم میشن. یعنی یک در جهان ما تا هنوز جایگاه خود را پیدا جایگاهی نداریم که قابل قبول باشیم که یک جای مثال اموش نقط کارت یا یک چیزی داشته باشیم هر جایی که میریم تا هنوز ما نرسیدیم. از این رو کسای خو مجبور هستن من میگم از لحاظ اقتصادی از لحاظ امنیت میخواین که یک جای سکونت کنن که تامین امنیت داشته باشن مجبور میشن که میره از راه قاچاقی میرن که او بدبختی هایی که من پیشتر براتون گفتم یا از زندگی خود از دست میته یا امو قاچاق برای امو کسایی که رو میبرن از استفاده میکنن که در انتقال مواد مخدر بله و زیادترشان که مثلا میره مورد تجاوز قرار میگیرن. بسیار مشکلات های هستن اساس ترین نقطه شان نمیستن که ما تنوز جانی نشدیم. بله بدون شک. قمش به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم که از دید شما حل این نوع مشکلات با کدام راه ها میتونه صورت بگیره و از دید شما با کدام راه ها میتونیم که مشکلات حل بکنیم؟ نخستین چیزی که بسیار مهم هستن و قدم نخست که ما باید ایره انجام بدیم امی تشکیلات دولتی ما که هستن چی وزارت در مجموع اگر اقتصاد است اگر تجارت هستن اگر بخش وزارت داخله که مثال الکترونیکی شناخت کارت های ماستن در مجموع اگر تحصیلات های ماستن هر بخشی که ما هستن این باید دولت ایره الکترونیکی بسازن و به جهان وصل بسازن یک و تا ما در
لیست یا در تشکیلات جهانی جایگاه خود داشته باشیم. دومین شرطشان این هستن وقتی که ما این ساختار ما الکترونیکی شدن شکل قانونی ما قابل قبول شدیم. باز در بعضی آلات ها مثال ما اگر مجرد تاج داشته باشیم چی بخش کار باشه وزارت کار و امور اجتماعی چی اقتصاد چی تجارت باشن میشه که به جهان اگر کارگر میته اگر بخش تجارت پیش میبرن میشه که امو اداره مربوطه به متای مراحل قانونیشون ایرا روان کنن ایرای دیگه ایشان هستن و دیگه چیز مهمی هستن که امو وزارت هایی که فعالیت های بیرون مرزی دارن او هم یک نوع قانون تغییرات خود تغییر بتن یک ذره تاثیرات خوب دارن این راه های مهمشان هستن و یک چیز دیگه مهم این هستن اگر در افغانستان آرامی شوم یک نوع آرامی ما احساس کنیم و دوم موقع کاری ما پراهم بسازیم ما باور داریم که انشالله امی مهاجرت ها آمارشان پایین میاین و میشه که ما پس که یک رولی بسیار مهم داره در ساختار تشکیلات اجرای یعنی هم کارگر و کسایی که پیش میره اوجا میرن میشه که پس برگردن یا همو سفر خود استاد کنن میشه که همیجا همو بخش اجرای را پولیت داشته باشن. بسیار عالی. یک جهان سپاس غمه سوازی که در برنامه اشتراک کردن و تشکر از اینکه آمدن سلامت باشن و گفتنی های خیلی خوبه که داشتن. تشکر از شما همچنان و تشکر از تلویزیون آنیا که به برای ما وقت دادن تا در این مورد در برای جامعه خود یک سلسله معلومات پیشکش کردیم. تشکر. سلامت باشم. بخیر.